سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در روزهای گذشته یک اتفاق عجیب و غریبی رخ داد که احتمالاً بخشی از شما در جریانش هستین و وقتی بخش دیگرش رو خدمت شما عرض بکنم ماجرا قابل تأمل تر میشه. شعبون میمخ وطن فروش ها در روزهای گذشته به طور رسمی اومد در مقابل دوربین اعلام کرد که آقا من باید برم تیمارستان، دیگه نمیتونم ادامه بدم، رد داده است و دارد میرود تیمارستان. من تا اینجاش بحثی ندارم. تو یه روز بعد از صحبتای رهبر ایران که اومد اعلام کرد، گفت کسانی در مقابل حکومت ایستادن و مخالف حکومتن که همشون دچار یأس و ناامیدی ان و شخصیت ویرانی دارن، اینو داشت درباره نهضت آزادی میگفت، یه کنایه به اونا میداخت تاریخی. ولی خب بحث اصلیش این بود که هر کی در مقابل ما ایستاده شخصیتش ویرانه. او یه هفته صبر میکردی اینا تموم شه، بعد این حرفا رو میزدی، بعد اعلام میکردی داری بستری میشی. خب حقیقتیه که برای عمده وطن فروشا وجود داره. من دوست دارم اول بخشی از داستان رو برای شما روایت بکنم، ببینیم که چی اتفاق افتاده، رسانه ها در این خصوص چه میگوین، بعد برمیگردیم نکاتی دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. چیزی که رسانه ها بهش اشاره کردن این هست که سام رجوی از چهره هایی که در طول این سالها مثل یک شب و میمخ اقداماتی رو علیه ایران انجام میداده، از جنس حمله به دیگران، فریاد کشیدن، داد و بیداد کردن، الان در شرایطی قرار گرفته که به طور اجباری برای گذراندن دوره درمان روانی به علت احتمال خطر جانی برای خود یا دیگران در بیمارستان زندان روانی بستری و در واقع تحت نظر پلیس بوده است. بعد یه نکته ای رو هم گفتن، من از روی متن دوست دارم برای شما بخونم. گفتن که عباراتی که داخل برگه اومده که سام رجوی آورده در مقابل دوربین گرفته نشون داده، نشون میده که این آدم از نظر آمریکا و از نظر پزشکانی که اومدن وضعیتش رو بررسی کردن به عنوان کسی شناخته میشه که آسیب میرساند به دیگران. بعد گفته که بر همین اساس یک بیمارستان درمانی رو برای درمان این بیماری و این اختلال رفتاری براش در نظر گرفتن و حالا داره میره تیمارستان برای اینکه این مسئله رو پیگیری بکنه و طول درمانش تموم بشه. دو سه تا نکته رو در خصوص این آدم خدمت شما عرض کنم. 88 مشخص میشه که دوپینگ کرده. خب آبروی ایران میره به خاطر این اتفاقی که از سوی سام رجوی رخ داده. من البته بازم اینو داخل پرانتز میگم، همه کسانی که دوپینگ کرده ان رو من قضاوت نمیکنم، به خاطر اینکه فضای ورزش فوق العاده سنگینه. همه ورزشکارهایی که وقتی در مقابل حریف صهیونیست قرار میگیرن میان اینور عصبانی میشن، زمین و زمون رو فوش میدن و من یکجا نقد نمیکنم، چون فضای ورزش بسیار سنگینه. شما یک عمر میری دست و پا میزنی، زحمت میکشی برای یک لحظه مدال بیاوری یا نیاوری، ستاره بشوی یا نشوی. توی ایران هم مشاور ورزشکار کم نداریم، باید از صد همه اینا بگذری بتونی نماینده ایران باشی. من همه رو قضاوت نمیکنم، ولی این مردک از جمله کسانی بود که بعد از اینکه دوپینگ کرد، به جای اینکه بپذیره آبروی ایران رو برده، شروع کرد لگد زدن به ایران. آقا این جمهوری اسلامی فلان، آقا به جمهوری اسلامی ربطی نداره، بی همه چیز رفتی آبروی ایران رو بردی، به جمهوری اسلامی فوشش میدی. خب اومدیم جلوتر، خیلی شخصیت شناخته شده ای نبود. ما سال 1400 با یک آدم گالگشاد روبرو شدیم، دهنش رو باز میکرد در مقابل کسانی که جرمشون بود اومدن رأی بدن. یعنی چی؟ من متوجه میشم آقای آمریکا، آقای اروپا، آقای شرق، آقای غرب، مگه قرار بر این نبود که دموکراسی ترویج پیدا بکنه؟ تو کشور رفیق فابریک در منطقه خاورمیانه عربستان که ترویجش نمی‌کنی، اصلا مشکلی هم باش نداری. هر چند سال یه بار یه شاهی عوض بشه، ماکتشو بذارن توی روز صحبت من دارید مشاهده کنید، بذارن روی جاهای مختلف، مردم برن با ماکت شاه دست بدن، تو با این که مشکلی نداری. دموکراسی کجای داستانه؟ والله قسم همین الان جمهوری اسلامی آن چیزی که آمریکا میگوید رو بپذیرد، وسط آمریکا مخالفینش رو قطعه بکنه مثل خاشقچی، کاری باش ندارن. نه، چون ایرانه اگر دموکراسی هم روی میز بذاره، انتخابات برگزار بکنه، تو خود آمریکا یه گالگشادی پیدا بشه، دهن انقدر باز بکنه، حمله بکنه به انتخاب کننده ها، نه بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا میگه ای وای دموکراسی، ما قرار بود ایران رو دموکراسی مند، این رفته حمله کرد، کسی اصلا کاری با این نداره. اومدیم جلوتر، سام رجوی اونجا با این قیافه شناخته شد. ببین خیلی ها اونجا مسخرهش کردن، گفته این کیه با این قیافه بلند شده اومده داد و بیداد میکنه سر کسایی که میخوان رأی بدن.
عربده میزد میگفت حجاب اسلامت به خطر نیفت. چی صندوق داره رای میندازه تو صندوق اسلام چیش به خطر بیفته گلمی مردک؟ نه اون عصبی شده بود هی یه چیزی میخواست بپرونه. چرا که اینا عصبی بشن این یه فیلم بگیره. بس کجاه؟ ببین تو چیزی که تو پروندش اومده به این اشاره شده که تو باید بستری بشی به دو تا دلیل، یا به دیگران آسیب میزنی یا به خودت. دومی هم مهمه دیگه. یه بار میری پاچه اینو اونو میگیری میای میبینی بازخوردی نداشه، مثل آدم دارن مثل آدم با شخصیت میرن میان. دوبار این کارو میکنی، دفعه سوم نگاه میکنی همه تو شبکه اجتماعی دارن تو رو فحش میدن. بعد به خودت میای میبینی ای رفیقاتو داری از دست میدی، این همه فحش دادی به جمهوری اسلامی، رفیقات باید بیشتر بشن. که ایشون پیام داده بود همین سام رجوی چند وقت پیش گفته بود من دو تا رفیق داشتم، یکی یه خانم آقای ورزشگاه بودن دیگه جواب سلامم نمیدن. بعد گفته بود اون یکی رو هم تو یه جمع دیدم پشتشونو کردم من بقیه هم از کنارم میرن. چرا؟ چون از زمان تو یک حیوانی. خب وقتی همینو نگاه میکنه، بخش دومی که باعث شده اینو اجباری بستری کنه اینه که گفتن تو ممکنه به خود آسیب بزنی، بهش فشار میاد دیگه. چرا نتیجه نداد؟ چرا برعکس؟ چرا بقیه دارن فشار میدن؟ اومدیم جلوتر، فیلم منتشر شد، پرویز پرستویی رفته آمریکا. و من یه سوال دارم، چرا همه اونایی که توی فیلمای تاریخی بازی میکنن که در اون فیلما خیلی هوشمندانه ساواک تلاش میکنه که تاریخ قبل از 57 رو بزک بکنه، یعنی مثلا یه مطربیان حقشون خورده شده بدبخت شدن وقتی انقلاب شده، مثلا یه ساواکیان ساواکی خوبیان این انقلاب شده زندگیشون رو خوبن، چرا تو همه این فیلم ها اونهایی که بازی میکنن کسانی هستن که مدام سفرهای خاصی به خارج از کشور از جمله آمریکا دارن؟ یکی اینو برام حلش کنه. بگذاریم، شاید خودش هم نمیدونه داستان چیه. پرویز پرستویی اون شد رفت اونجا، این پاچه پرویز پرستویی گرفت. و البته انصافا پرستویی خیلی خوب فضا رو مدیریت کرد، خیلی تلاش کرد که به تنش و چالش کشیده نشه. تیم کشتی ما رفت، آقا دقت بکن، این بی همه چیز پاچه هر چی گرفت، پاچه کشتیگیرا رو نباید میگرفت. چرا؟ چون خودش تو ورزش به یه نقطه رسید، وقتی دید نمیتونه رفت و پین کرد. خب کشتیگیر اومده، تو میدونی هزار و یک فشار روشه. چرا اومده آمریکا؟ اومده بره تو اون زمینی که تو این همه دریوزگی کردی یه تابعیتی بهت بده، اومده بره اونجا مسابقه بده با آمریکایی‌ها. خب اتفاقی که افتاد تمرکز رو از تیم گرفته بود، تو هتل نگاه میکردی پاچه مربی رو میگرفت، پاچه سر مربی رو میگرفت. یه صحنه ای هست بچه ها سنشون هم پایینه، کشتیگیرای ایران که سنشون ما ناراحتی ایستادن، این داره با سر مربیشون داد و بیداد میکنه، تحریک میکنه، هی تیکه میندازه. خب این بچه ها باید برن مسابقه بدن، اینا باید برن پرچم کشورشون رو ببرن بالا. اینا مثل تو نیستن که دوپینگ بکنن شاید بشه یه حرکتی زد. نه نه، اون مجبوره تو قانون بازی کنه. رفتن انصافا جلو آمریکایی ها هم تو شرایطی که اطراف زمین اینا رو فوششون میدادن، به فارسی داشتن به اینا فوش میدادن، تو اون شرایط اینا بنده خدا رفتن اونجا انصافا کشتی مشی هم گرفتن، یکی دو تا بچانسی آوردن واقعا داور به نفع آمریکایی گرفت. که من هنوز برام سواله چرا مثلا این داستان ایران خیلی پیرامونش بحثی کرد، گزارشگرا همه میگفتن، گفتن داور به نفع آمریکا گرفت ولی ایران بازی می‌برد. اینا با وجود همه این کارشکنی ها رفتن اونجا به اصطلاح خودمون داشتن مدال قهرمانی را می‌آوردن، یعنی این تیم داشت می‌رفت که قهرمان بشه، ولی خب دیگه به نایب قهرمانی با همه این چالش ها بسنده کرد. بعد فیلم منتشر شد، واسطه یه گوشه فیلم گرفته هستش میگه منتظرم بیان بهشون حمله کنم. تو به اصطلاح خودمون رفتی اونجا که این شکلی بشی؟ یعنی معصوم علی‌نژاد قومی‌کلا یه شبو میمخ تصویر دارید رو صحبتام مشاهده می‌کنه، هر کجایی میرفت اونم بغلش میرفت فرودی می‌کشه، شبو میمخ یه سگ نگهبان می‌خواست تو بودی؟ از تو دیگه چیتر پیدا نشد تو این دنیا؟ در نهایت این آدم رسید به کجا؟ رسید به اینجا که اومد اعلام کرد به طور رسمی بردنش تیمارستان که بهش رسیدگی بکنه. از اونایی که زودتر از این خورد تو دیوار الان بستریه میتونید اسم ببرید که اگر تحت درمان نباشه زندگی نمیتونه بکنه. من برای شما اسم میبرم، سید محمد حسینی، موجی که تو ایران به شدت شناخته شده بود. خیلی تلاش میکنن مردم نفهمن وضعیت این آدم چه شکلیه. اینم از جمله کسانیه که تیمارستان رفت آمد داره. عکسی منتشر شده از معصوم علی‌نژاد قومی‌کلا، ابتدای ناآرامی ها توی ایران من خدمت شما عرض کردم. بعد از اون عکس، خب یک چجوری بگم، یه عکس و فیلمی بود مربوط به حضورش روی آنتن سعودی اینترنشنال، چهره به شدت شکسته، صورت یه جوری بود مشخص بود که به لحاظ روانی خالی کرده، این آدم خیلی داغون شده. بعد شروع کرد زار زدن. من به شما گفتم دوستان این اولا سناریو رو داره لو میده، چون مشخص شد اونجا بعد از گریه هایی که اون کرد، من به شما گفتم روز سوم ناآرامی بود، گفتم مچ شکست خورده. از نظر همه کسانی که
در آمریکا دارن بازی رو پیش میبرن مد شکست خورده، ولی این شکلی گریه نمیکرد. اینا یقین داشتن یه لحظه یه اتفاقی افتاد شکست خورد، ولی این شکلی زاره میزه جلو دوربین. همونجا بهتون گفتم، گفتم احتمالاً دیگه حضور پخش زندگی رو کمش کنن. چرا؟ چون سناریو رو داره لو میده، همه چیز رو داره افشا میکنه. تو صحبت اخیرش نقد بکنید، بلند شد اومد تو یه جمع نشست تو آلمان بود فکر کنم که نشست خبری گذاشتن، 2 دقیقه صحبت کرد، 3 دقیقهش داشت گریه میکرد، صدا شهر میمد، 4 تا فوش به خاتمی داد، 4 تا فوش به میروسین داد، گفت آقا پشیمونم، یه حرفای زدم اشتباه کردم. تو همه چیزش مطمئن باشید پشیمونه. تو ایستادن جلو جمهوری اسلامی هم پشیمونه، مطمئن باشید. این چیزی که من دارم به شما میگم رو با قاطعیت میگم. یه چهارم هم براتون مثال اسم ببرم، سیما شهرکی. سیما ثابت رو نگاه بکنی از اینجا جلو دوربین نشسته، اخمو تو همین صبح تا شب تو یه استودیو داره میره بیرونم بره، احساس میکنه رو هوا میخوان شکارش بکنن، ایمیل این ور اونور چک میکنم، یه سر پیامای خاص داره برش میاد، ابرو کامل تو هم، چهره در هم شکسته، لبخند کاملا مصنوعی، خیلی زور میزنه پنهانش بکنه، خیلی زور میزنه. من اینا رو درباره اون دختره که توی من و تو یکیشون هست، اونم به لحاظ روحی داغونه ولی روانی نشده، من در مورد اون نمیگم، در مورد بچه بی بی سی نمیگم، اونا هنوز به این نقطه نرسیدن، این خیلی زود رسیدن، اینا همشون این شکلی شدن. و من خواهشم از رفقا اینه، برنامه های اینها رو دنبال نکنید. اینها آدمای در هم شکسته ان، عمدشون روانی شدن و بدتر میشه اوضاع تک تک اینها بدتر. اینا زندگی موفقی نمیتونن داشته باشن. $1,000، $10,000، $100,000، $100,000,000 هم به اینا بدن، وقتی طرف افسرده است، روانی بدبخت، به درش نمیخوره. چرا به این وضعیت افتادن؟ ببین شما صبح تا شب میای در مقابل دوربین میستی میگی سلام دوستان وقتتون بخیر باشه، ایران خیلی کشور ویرانیه، مخلصم وقتتون بخیر. فردا صبح دوباره میای سلام دوستان وقتتون بخیر باشه، آقا ایران شمالش خیلی کشور بیخودیه، وقتتون بخیر، مخلصم. دوباره پس فردا، پس اون فردا، تو توی ایران سیاهی درست کردی برای خودت، مخاطبت هم میشه نگاه کن ای فلان فلان شده، ببین مملکتو چیکار کردن، خودش افسرده شده، مخاطبش افسرده. عمده بچه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی ان، بچه‌ها این حرفو از من بپذیرید، من برای اینکه تعصب در شما ایجاد نشه، از دست من ناراحت نشید، اسم گروه خاصی تو جماعت برانداز نمیارم، میتونم بگم فلان گروه مثلا، نمیگم، اسم نمیارم. عمده شما بچه ها در هم شکستید، به لحاظ روحی روانی خالی کردید، این خوب نیست، ایرانی نباید این شکلی باشه. ایرانی هر کجای دنیا راه میره باید به تاریخش نگاه کنه، به تمدنش نگاه کنه، به اتفاقات امروز وطنش نگاه کنه، با افتخار سر بالا بگیره راه بره. عمده شما افسرده شدید، به خدا حیفه، من دلم میسوزه میبینم یک ایرانی خارج از کشور پای اینها نشسته، هی فوش شنیده، هی سیاهی شنیده، الان خودش هم افسرده شده. میخواید بهتون میگم اخبار اینو کاذبه؟ یه سوال خود بپرس، تو این 44 سال یه حرکت خوب از جمهوری اسلامی تو میتونی برای من نام ببری؟ به والله اگه بتونی نام ببری. این یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی حرکت خوب نداشته؟ جمهوری اسلامی چیزی نداشته که موثر باشه؟ یه دونه هم نمیشه اسم برد؟ شما یه دونه هم نمیتونی اسم ببری. میدونی چرا؟ چون سعودی اینترنشنال هر روز برای شما سیاه گفته. خروجی رسانه‌ای که برای شما سیاه گفته چیه؟ اسلام رجوی رو ببین، دیوونه شد کشید به تیمارستان، علی شد، الان یک بخشی از چهره ی آدم این گریمه ها، این گریمو بذارین که این داغونه، داغونه، این تو یه جمع نمیتونه بشینه، صبح تا شب داره گریه میکنه، صبح تا شب این آدم داره گریه میکنه. بعضی از چیزایی که هکرها اخیرا منتشر کردن از زار زدن این تو تنهایش، بخش کوچکی از قضیه است. نگاه نکن خانومی که میری با این آدم رفیق شدی تو پیج اینستاگرام لایو برات میفرسته تو زمین فلان ورزش، این شکلی نیست زندگی آدم، این نمایششه. سیما ثابتشون یکی، اون یکیشون هم اون یکی به همون شکل، همشون تو همین داستانن. بعدم هی هر روز میگن یه خورده دیگه سیاه نمایی میکنی، مردم بریزن تو خیابون، رژیم عوض بشه، بریم. نمیفته، این اتفاق نمیفته، فقط داری ملت رو عصبی میکنی. و اون کسی که داره پای برنامه های اینها زندگی میکنه بازی باخته، چون هر روز افسرده است، هر روز یه چیزی براش رو میکنم. میدونی اون چرا داره برای تو محتوا میسازه؟ اینا دنبال نقطه صفرن. من روزی که ماجرای مهسا امینی شروع شد گفتم این نقطه صفرشونه. چند ماه تو تهران رفتن اومدن با این کارو بستن، فرانسویایی که تو این قضیه فروردین اومدن هنوز تو بازشن، دنبال ساعت صفره. ساعت صفری بعدش بتونه تو معلما باشه، نتونه تو صد موریا باشه، بره یکی رو یه جای گیر بیاره، یه فیلمی بگیره، یه صد موری به یکی بی احترامی کرده، چرا برای تو پخش میکنه؟ میگه آقا بریز رو سرش ببین رو کدومش عکس العمل نشون میده.
خب عکس العمل جمعی مخاطبین اینها رو ماجرای مستمینی بود. این بازی آخر عاقبت نداره. وطن مسیر خودش رو از 5000 سال پیش با خوبی طی کرده، الان هم بازیشو داره خوب پیش میبره. آقا من کنار دریای مدیترانه ایستادم، از دوره ای که اوباما آمده، فقط من بخش تسلیحاتیشو دارم میگم، اقتصادی بخوام برم میگم خیلی جای کار هست، به والله خیلی جای کار هست. رو همین شیعش که 300 میلیون نفره، رو همسایه 700 میلیون نفره، بخوایم متمرکز بشیم وضع ما این نباید باشه. متاسفانه نداریم، آدمی نداریم که بره ایده پردازی بکنه، برنامه داشته باشه تو حوزه اقتصادی، دست این اونو بگیره بیاره پای کار. خیلی کارها میشه کرد. من فقط نظامیشو برای شما مثال میزنم. 10 سال نه، حدود 15 سال، 20 سال، اینا از دورهای قبلتر که اوجش دوره اوباما بوده، دست و پا زدن یه سامانه پدافندی اطراف ما تو خود اسرائیل بچینن. امارات رو رفتن دیدن، بحرین رو دیدن، عربستان رو دیدن، اردن رو آوردن پای کار با اسرائیل، صحبت که نشده. من هم سامانه موشکی، رینگ موشکی تا خود تل آویو، هم رینگ پهبادی تا خود تل آویو، هم الان سامانه پدافندی تا خود سوریه چیدم. این اتفاق افتاده ها، بخشی از تسلیحاتی که الان داره موشکای اسرائیل رو میزنه که اینا رو کلافه کرده، اینا ایرانیه. اینا ایران داره حمایتش میکنه، مدیریتش میکنه، بازیش رو پیش میبره. این اتفاق در دیگر حوزه ها میتونسته بیفته. من کارهایی دارم در منطقه میکنم که این چند هزار سال برای من آرزو بوده. من تو این سالها روالم برعکس این بوده قبل از 57. کارهای خوبی داره اتفاق میفته. مخاطبی که پای اینها میشینه جز افسردگی هیچی نمیبینه. اینا هم زندگیاشون پایان خوشی نخواهد داشت. همه افسردگی، همه بدبختی، همه ناراحتی. آخر هم دیدین هر کدوم با هر کی صحبت می‌کنی آقا فردا کارشون تمومه. پس فردا میگه آقا چه خبر فلانی، می به رحمت خدا رفته. چرا؟ زندگی همینه دیگه. طولانی‌ترش نمی‌کنم. فکر می‌کنم تو همینجا کافی باشه. شما نکته‌ای داشتین حتما در قالب پیام برام بفرستین، کمک می‌کنید که گزارش با پیام‌های شما کامل‌تر بشه. آقا اگر با من مشکل داری، اگه براندازی، اگه از جمهوری اسلامی بدت میاد، تو رفیق منی، ایرانی هستی. سعی کن مثبت زندگی کنی. سعی کن پای چیزهایی بشینی که به تو روحیه مثبت بده. سعی کن به هم حالا نمیگم هموطنی، بعضی ممکن خارج از کشور باشن، به کسایی که خارج از کشور میبینیشون اطرافت این ور اون ور، سعی کن عشق بورزی. آغاز عشق ورزی از اینجاییه که قبل از اینکه به کسی سلام بکنی حس مثبت نسبت بهش پیدا بکنی. اون ممکنه تو نگاه خودش یا تو رفتار خودش به تو بی‌ادبی بکنه. تو اول حس مثبت رو در خودت نسبت به دیگران زنده کن. بعضی از شما حس مثبت رو در خودتون کشین. نسبت به اطراف کاری هم نداری، ما ملت باید بقیه خوبی بکنیم. من ایرانی ام، مدل ما باید این شکلی باشه. هر کجای دنیا میگم مخالف من هم هستی، نگاهت با من مخالفه، هر کجا زندگی میکنی این شکلی زندگی کن. به دیگران لبخند بزن، با دیگران خوب صحبت کن که بفهم ایرانی این شکلیه. مخالف و موافق جمهوری اسلامی ایرانی این شکلیه، میشه روش حساب کرد. ایرانی با معرفته. بعد زندگی تو تغییر خواهد کرد. 6 ماه بعد جمهوری اسلامی باشد یا نباشد، تحلیلگر باشد یا نباشد، نگاه میکنه میگه خدا پدر مادرش رو بیامرزه. یه نفر بود 1000 تا مثلا فوش بهش دادیم ولی حرفش درست بود. اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برای ما بفرستین، کمک بکنین که بله گزارش ما با پیام های شما کامل‌تر بشه. یک درخواست هم از دوستان خودم دارم، از مخاطبینم، و اون درخواست این است که از ما حمایت مالی داشته باشین. دوستان تو این قضیه من خواهشم این هست، اینو ساده نگیرین چون یه جاهایی ممکنه کلیشه‌ای بشه، ولو یک ریال از ما حمایت مالی داشته باشین. اگر کسی از مدل برنامه من خوشش میاد، احساس میکنه که تحلیلگر این مدلی که روی میز گذاشته خوبه، حتما حمایت بکنه که بتونیم با قوت کار رو پیش ببریم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.